سلام خدمت شما دوستان، صبحتون بخیر. ما دیشب خیلی خسته شدیم، خیلی خوش گذشت و دیگه اصلا وقت شام خوردن نبود، خیلی گرسنه خوابیدیم. و یه نکته خدمتتون عرض کنم، وقتی به اینا گفتیم که چند قیمتشو گفتیم تخفیف دیم، گفت اصلا تخفیف نمیدم. و گفتیم، گفتش گروش برسه، گفت صبحانه داره؟ گفت بله. گفتیم باشه، تو صبحانه تخفیف رو حلال گفت. دیوار توی این هتل هست که همه استیکراشون چسبوندن، ما هم استیکرامون رو میچسبونیم. یه خورده آره خوبه. آها خب، شما اگه اومدید اینجا بگید که دوستای ما هستید. Thank you. شهر کاش یک شهر بندری کوچیک اما بسیار زیباست که در دامنه کوه واقع شده و بافت اصلی شهر رنگ و بوی محله‌های قدیمی ایتالیا رو داره. خیابان‌های باریک با عطر گل‌های یاس، مهمانخانه‌های کوچک، کافه‌های آرامی که غذاهای خونگی سرو می‌کنن و بارهای کوچکی برای استراحت و گوش دادن به موسیقی زنده. روزها همه سرگرم شنا و گشت و گذار در سواحل زیبا و آفتاب گرفتن هستن و شب‌ها در کافه‌ها و رستوران‌ها. از این مقبره خیلی جاها هست و اینجا یه دونه نمادینش و کوچولوشو درست کردن. فکر میکنم قدیمیه، یعنی جدید نیست، بافتش و شکل سنگش قدیمی نیست، خیلی خوشگله. یه مجسمه چهرم اینجا هست که قدیمیه، چون سنگش صاف شده. یه سر دوتا سر خانومه، یه دونه بزرگشه. انقدر زیاده از این نمادها و از این سنگ نگارها که ریخته همه جا. خیلی خوشگله. توی سایه واقعا هوا عالیه، ولی توی آفتاب دیگه خیلی گرمه. اگه تو آفتاب باش باید بری حتما تو دریا شنا کنی. خیلی خوشگل، چون شهر روی کوه ساخته شده، همه یه کوچه ها توی یک تراز و نشیب تند پیچ و واپیچی هستن و این مدل معماری دقیقا معماریه که تو اکثر شهرهایی که بندریان هستش. و اینجا چه ویو خوشگلی داره این کافه. و این شهرها دقیقا ویوهای روزشون با شبشون، انگاری دوتا لوکیشن مختلف رو داره میبینی. این ویو این کافه هم و کافه های زیریش که طبقه طبقه است. خیلی خوشگله، همه رو به دریاست. و این قایق هم که دارن پر میشن برای اینکه مسافرها رو ببرن توی آب برای بازی آبی، دیدن چند تا ساحل متفاوت که شبیه مثلا قاره یا یه سری چیزای اینطوری. واو، اینجا من دیشب همینجا بودم ولی انگار یه جای دیگه. درسته تام همینطوری کروش؟ انگار یه جای دیگه است رونقش، ولی در شب خیلی خفنه.
پیشی هم اینجا هستن دارن خودش رو کش میارن. وای بیا 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 اینجا چیز قشنگ نشون دارم. بیا 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 یه توت فرنگی که تازه رسیده خیلی خوشگله. شهر بندری کاش توسط لیکیایی ها تأسیس شده و نام آن در زبان لیکیایی هبسا بوده. قوم لیکیان از جزیره کرت واقع در یونان به آسیای صغیر تبعید شدند. وجود راه معروف لیکیان و این مقبره ها نشان دهنده زندگی این قوم در ترکیه است. با شکوه ترین این تابوت ها مقبره مکتوب لیکیاییه که در خیابان اوزون چارشی در کاش قرار داره و در بین مردم به آرامگاه پادشاه معروفه. در سال 1923 به دلیل جنگ بین یونان و ترکیه جمعیت یونانی الاصل جزیره بالاجبار به یونان مهاجرت کردند. این مغازه، این کافه عکس قدیمیه کاشو گذاشته. این عکسی که در خونه است که بچه ها جلوشن تو این قاب مدل های مختلف درهای این در واقع احتمالا روستا بوده دیگه، این روستا رو گذاشته. یه عکس خیلی جالب، یه تصویر از یه خانواده کرده به نظر من، یعنی لباس ها و اینا کردیه. و بعد این عکس خیلی جالبه، دقیقا توی همین لوکیشنی که ما هستیم دو تا بچه هم که دقیقا همین سر بالای سراشیبی شکل خونه هایی که با ایوون های چوبی دیده میشه، این هم دقیقا همین خونه هایی که کنار رو پشتشون کوهه که الان همون لوکیشن بودیم. دو تا بچه نشستن و دارن قایقا رو قایقاشون همون موقع از قایقای الان ما قشنگ دروشید. این در خونه ها با همون گلای واو، این چقدر خوشگله. اینو نشون بده، شبیه ترکمنا و تاجیکا و اینا هست. این هم یه غروب از همین اسکله و این هم یه بازار محلیه. چقدر همه چی تغییر کرد. این چقدر خوشگل، این کجا شده نمیدیدی ما همچین کوچه و پله ای. بعد از دیدن اون عکس ها انگاری که این کجای حسال دیگه ای پیدا کرد. محیط هایی که حس میکنی مثلا چند صد سال زندگی درش دریان داشته یه حس دیگه ای بیده. مثلا آدم ایوون رو که نگاه میکنه کلی
قصه و داستان تو ذهنش میاد و خیلی فوق‌العاده رنگ این چوبا، رنگ مستفیدی ساختمون. واقعا کاش شهر زیباییه. دنبال یک جای مناسب برای شنا کردن میگشتیم که این پلاژ رو پیدا کردیم. یه پلاژ عمومی بود اما بسیار زیبا و تمیز. چند ساعتی موندیم، تنی به آب زدیم و در مسیر سفر راهمون رو ادامه دادیم. که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. یادتون باشه لایک و کامنت های شما باعث میشه ویدیوهای ما بیشتر دیده بشن. اگر مایل هستید میتونید با پرداخت مبلغ دلخواهتون از طریق لینک زرین پال در داخل ایران و یا لینک پرداخت کریپتو در خارج از ایران از ما حمایت کنید. ممنونیم از همه شما. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.